خط مهمترین ها. انتقاد عباس استانکزی از بستماندن مکتب های دختران. استانکزی میگوید هیچ مانع شرعی در برابر آموزش وجود ندارد و دروازه مکتب ها باید برای دختران باز شود. چه دا تعلیم و نر او خط بند فرض ده. علماء کرام دلتا موجود دی. هیچ وقت دیل وجود دل فرضیت انکار نشی کوا. دنیاوی تعلیم دا مباح ده حضراتو. نگرانی سازمان ملل از حضور هراس افغانان در افغانستان. دبیر کل سازمان ملل در گزارش تازه گفته که گروه های هراس افغان خارجی از جمله القاعده در افغانستان حضور دارند. هیچ فرد و گروهی را در اینجا اجازه نمیدیم که در اینجا مرکزیت افغانستان محور بحث مقام های ارشد امریکا و پاکستان. Continue to work closely on counter-terrorism issues. We have a shared stake in Afghanistan's future. After وزیران خارجه آمریکا و پاکستان، افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و آزاد را هدف مشترکشان عنوان کردند. با در گذشت شیخ یوسف القرضاوی، یکی از عالمان برجسته جهان اسلام، در سن 96 سالگی درگذشت. وقتتان بخیر. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه بار دیگر گفته که هیچ مانع شرعی در برابر آموزش وجود ندارد و هر چه زودتر دروازه مکتب ها باید برای دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شود. معین سیاسی وزارت خارجه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی گردشگری با نکوهش اظهارات پسین نخست وزیر پاکستان گفته که پاکستان برای دریافت قرض نباید حیثیت افغانستان را زیر پرسش ببرد. همزمان مقام های امارت اسلامی همچنان در این مراسم گفته که اکنون گردشگران داخلی و خارجی می توانند با خیال راحت به تمام بخش های افغانستان سفر کنند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می دهد. انتقاد شیر محمد عباس استانکزی از مسدود ماندن مکتب های دخترانه. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم تاکید دارد. آقای استانکزی در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی گردشگری می‌گوید هیچ مانع شرعی در برابر آموزش وجود ندارد و این کار سبب می‌شود تا حکومت با مخالفت مردم روبرو شود. او دا تعلیم رونه ما تو زلوی بیازه د پس صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او خځه باندې فرض ده. علماء کرام دلته موجود دي. هیڅ څوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او خځه باندې فرض ده. هیڅ څوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅ څوک نه لري په دې کې چې وایي داست. معین سیاسی وزارت خارجه همچنان اظهارات پسین نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرده و تاکید دارد که به پاکستان اجازه نمیدهد تا برای دریافت قرض حیثیت افغانستان را زیر پا کند. پاکستان د صدر اعظم و وزیر خارجه دغه حمل هم په کلک الفاظ باندې موږند او هیچ چاته موږ اجازه نه ورکو چې افغانستان د اسلامی امارت او د دې انقلاب خلاف باندې خبر وکړي. پاکستان کې اقتصادي مشکل لري. IMF سره په تور لست کې پروت دی. دنیا قرض نه ورکوي. در این میان اما مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رابطه به آموزش دختران دیدگاه دیگر دارند. میگویند آموزش مباح است. دنیوی تعلیم دا مباح ده حضراتو. دا مباح ده. او چه کل مباح او دا امیر پو مابین تعرض راشی دا امیر حکم واجب ده بیا. امیر حکم بیا واجب ده. د نارینه د ذکور و تعلیم و دنیا مباح ده. با این حال برخی مقام های امارت اسلامی در مراسم بزرگداشت از روز جهانی گردشگری میگویند اکنون گردشگران داخلی و خارجی می توانند با خیال راحت به تمام ولایت های افغانستان سفر کنند. بر فعلا شرایط برای توریسم و سیاحت برای همگان میسر است.
او یقینا مجد خلقو په دغه د دې په گردش باندې چې یو ولایت به ولایت زی چې قسم درته کوم چې دې په دغه لیدو باندې مجد خوشحالي حاصلیش کله چې کوم خواته کله ما کوم د جمعې ورځ خلک وینم چې د موټران نه شپدي خوشاله کیږي. مسئولان امارات اسلامی همچنان در این مراسم میگویند افغانستان دارای بیش از 4500 مکان سیاحتی بوده که در یک سال پسین میزبان بیش از 2500 گردشگر جهانی بوده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از حضور گروه های راست‌افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش سه ماهه دبیر کل سازمان ملل آمده که گروه های راست‌افغان خارجی مانند القاعده در افغانستان فعالیت دارند. دبیر کل سازمان ملل همچنان در بخش از این گزارش از امارت اسلامی خواسته تا ساختار را برای ایجاد حکومت فراگیر روی دست گیرد و همچنان به حقوق اساسی شهروندان به ویژه بانوان احترام بگذارد. در این مورد گزارش از اسدالله حکیمی. گزارش تازه سازمان ملل متحد درباره افغانستان. دبیر کل سازمان ملل از نبود ساختار روشن برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان نگرانی کرده و گفته پاسخ امارت اسلامی در این مورد مبهم است. آنتونیو گوترش در گزارش تازه‌ای که قرار است شام امروز در شورای امنیت ارائه کند گفته که ایجاد نشدن حکومت فراگیر مشارکتی و پاسخگو سبب انزوای سیاسی حکومت کنونی شده است. یونما گفتگوها میان جوامع افغانستان و مقامهای حکومت سرپرست را سهولت بخشیده است. به ویژه در سطح محلی برای ترویج حکومت فراگیر، مشارکتی و پاسخگو. اما پاسخ طالبان مبهم بوده است. کمبود ساختار برای فراگیری، مشورت و نمایندگی در اداره حکومت سرپرست نگرانی ها را افزایش داده است. روی کرده هایی که در رابطه با مسئله افغانستان هست که چگونه باید سازمان ملل از مردم حمایت کنه اما حکومت در او تسری نداشته باشه و حکومت به رسمیت شناخته نشه، چگونه از حقوق زنان دفاع بکنه و ترتیبی که حکومت راعی او باشه و رعایت کنه این جریان را. در بخش از این گزارش 16 صفحه‌ای هرچند از کاهش رویدادهای ضد امنیتی نظر به سال گذشته سخن به میان آمده، اما تاکید شده که به شمول القاعده و داعش گروه‌های هراس‌افکن خارجی در افغانستان حضور دارند. وضعیت امنیتی در ماه‌های پسین نگرانی‌ها را بیشتر آشکار می‌کند، به ویژه حملات جدی جنگجویان داعش با نیروهای طالبان و حضور گروه‌های هراس‌افکن خارجی در افغانستان. اعلام ایالات متحد مبنی بر مرگ ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل وضاحت بر ادامه روابط این گروه هراس‌افکن با طالبان است. امارت اسلامی تاکنون به گونه رسمی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این پیوسته گفته که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. هیچ فرد و گروهی را در اینجا اجازه نمیدیم که در اینجا مرکزیت نظامی در اینجا در داخل خاک افغانستان داشته باشد و از اینجا امنیت کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه را کسی تخریب بکند. در بخش از این گزارش با وضعیت بد اقتصادی و محدودیت‌ها بر بانوان و دختران نیز اشاره شده و از امارت اسلامی خواسته شده تا به حقوق اساسی شهروندان به ویژه بانوان احترام بگذارند. با این حال نشست شورای امنیت سازمان ملل بر محور افغانستان شام امروز برگزار می شود. قرار است مارکوس پوزل سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در این نشست سخنرانی کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحد با بلاول بوتو زردادی وزیر خارجه پاکستان در مورد مسئله افغانستان دیدار کرده. وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته که دو طرف آینده با ثبات، صلح‌آمیز و آزاد برای همه مردم افغانستان را هدف مشترک گفتند. بر بنیاد این اعلامیه در این دیدار به دوام همکاری‌ها برای پشتیبانی از حقوق بشر در افغانستان به ویژه بانوان نیز تاکید شده است. ایمل سیار گزارش می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحد با همتای پاکستانی خود در مورد مسئله افغانستان گفتگو کرده است. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحد در این نشست به افزایش تلاش‌های ضد هراس‌افغانی تاکید شده است. در اعلامیه گفته شده که دو طرف آینده باثبات، صلح‌آمیز و آزاد برای همه مردم افغانستان را هدف مشترک دانستند.
ما همچنان از نزدیک در زمینه مسئله ضد هراس افغانی کار میکنیم. ما پس از دو دهه جنگ سهم مشترک در آینده افغانستان داریم. ما اختلاف های خود را داشتیم. این یک راز نیست. اما ما یک هدف مشترک داریم. یک آینده با ثبات‌تر، صلح آمیزتر و آزاد برای همه مردم افغانستان و برای تمام منطقه. هم آمریکا و هم پاکستان تا حالا در معادلات خودشان مردم افغانستان، کتله های مختلف اجتماعی در افغانستان را لحاظ نکرده و سعی کرده که از طریق معامله با گروه های خاص و با مجموعه های خاص به اهداف خودشان در افغانستان دست پیدا بکنند. در این دیدار همچنان به دوام همکاری ها برای پشتیبانی از حقوق بشر افغانستان به ویژه بانوان نیز تأکید شده است. همه ما در راستای این هدف و همچنین پشتیبانی از حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران به همکاری خود ادامه می دهیم. بدون شک جهت تامین و بهبود اوضاع حقوق بشری خصوصا وضعیت زنان در افغانستان ما نیازمند به همکاری های کشورهای منطقه و جهان هستیم، اما تا زمانی که این همکاری ها به گونه عملی و با وارد کردن فشار بر قدرت حاکم بر بهبود اوضاع حقوق بشری خصوصا وضعیت زنان افغانستان صورت نگیره، قطعا در قالب همکاری های تعهد شده باقی خواهد ماند و نمیتونه مسئولیت لازم را داشته باشه. در حال روی تامین حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان و دختران در این دیدار تاکید شده که با گذشت بیشتر از یک سال از حاکمیت امارت اسلامی دروازه مکتب‌های دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هنوز هم بسته است و مشخص هم نیست که چه زمانی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن پیدا خواهند کرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در گفتگو با بی بی سی میگوید که حاکمان کنونی افغانستان هیچ گونه تعهد به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ندارند، بل با گذشت هر روز فشارها بر زنان و دختران افغانستان در حال افزایش است، آنچه که برخلاف خواست جامعه جهانی است. جک سالوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان تاکید دارد که بانوان در این کشور به گونه کامل عقب‌گرد داشته و امارت اسلامی هرگز در حال حرکت به سوی اعتدالگرایی و سوی به رسمیت شناخته شدن و تعامل با جهان نیست. در این مورد سهیلا یوسفی. در ادامه واکنش ها در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، اکنون رینا امیری فرستادی ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید آنچرا که مقام های حکومت سرپرست برای رعایت حقوق بشر در افغانستان نمایان میکند نقض جدی حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران است. آنچه را طالبان نمایان می‌سازند تعهد کامل به حقوق بشر و بانوان است، اما اگر به درون جامعه نگاه بیندازیم می‌بینیم که با گذشت هر روز فشارها بر زنان و دختران افغانستان در حال افزایش است. وضعیت بسیار دشوار برای اقلیت‌های قومی و مذهبی و برای خبرنگاران است. در همین حال مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در افغانستان تاکید دارد که بانوان در این کشور به گونه کامل عقب‌گرد داشته و امارت اسلامی هرگز در حال حرکت به سوی اعتدالگرایی، به سوی به رسمیت شناخته شدن و تعامل با جهان نیستند. او میگوید که فرار از افغانستان برای جامعه جهانی نمیتواند گزینه باشد و آمریکا هنوز هم یکی از بزرگترین حامیان حقوق بشر در افغانستان است. از دست دادن امید راه حل نیست. ما باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان دفاع کنیم. این مسئولیت ما است که دختران را دوباره با مکتب وصل کنیم و زنان را به کار بفرستیم. آموزش بدون کار برای بسیاری از خانواده های نیازمند هیچ معنایی ندارد. طالبان هرگز در حال حرکت به سوی اعتدالگرایی، به سوی به رسمی شناخته شدن و تعامل با جهان نیستند. بانوان در افغانستان به گونه کامل عقب‌گرد داشتند. دغدغه‌ترین دوره تاریخی، آرام‌ترین دوره تاریخی تبعیض نظامند بر علیه زنان وجود داشته و برهه‌ای آخر نشان دهنده شکل حادی از تبعیض سیستماتیک بر علیه زنان افغانستان بوده است. این در حال است که حق آموزش دختران و حق کار زنان در افغانستان مسائلند که خانم امیری و دیگر مقام‌های آمریکایی به تکرار از آن حمایت کرده و بر حکومت امارت اسلامی فشار می‌آورند تا مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را نیز باز کنند و حقوق زنان را به شمول حق کار رعایت کنند.
برنامه جهانی غذا هشدار داده که اقتصاد فروپاشیده و مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان این کشور را با جدی‌ترین خطر قحطی در 20 سال پسین روبرو کرده. این سازمان با نشر گزارش گفته که میلیون‌ها خانواده تقریبا هیچ راه برای کنار آمدن با زمستان سخت پیش رو ندارند. در این حال اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل می‌گوید که بیش از نیم از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این مورد هم سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. در حالی که زمستان در افغانستان در حال نزدیک شدن است، برنامه جهانی غذا هشدار داده که افغانستان پس از یک سال ویرانگر در خطر جدی قحطی قرار دارد. در گزارش این نهاد آمده که پس از تسلط امارت اسلامی، اقتصاد افغانستان ضعیف شده و جدی‌ترین خطر قحطی در 20 سال اخیر مردم افغانستان را تهدید می‌کند. بر بنیاد این گزارش میلیون ها خانواده به گونه تقریبی هیچ راه برای کنار آمدن با زمستان سخت پیشرو ندارند. مسئله زمستان و مسئله فقر و مسئله رنج مردم کمی در پیش هم خارجی ها و هم داخلی ها در حقیقت نوع ساده فکر شوه و در بعض موارد هیچ فکر نشه. از این لحاظ این بسیار نگران کننده است. مشکلات اقتصادی در افغانستان عوامل مختلف دارد، اما مهمترین عامل منجمد شدن و بلوکه شدن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا می باشد. برنامه های ما برای کاهش فقر و ایجاد اشتغال، تقویت زیربناها و زیرساخت های اقتصادی افغانستان هست. همزمان با این اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه در صفحه تویترش نگاشته که نیم از جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا در اوایل سال جاری میلادی برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان درخواست 4.4 میلیارد دلار کرد، اما با گذشت 9 ماه تنها 43% این درخواست تامین شده است، که این بزرگترین درخواست سالانه برای یک کشور در جهان است. نگرانی های اوچا را بیشتر یک فشار سیاسی بالای حاکمیت فعلی می‌بینم تا امارت اسلامی افغانستان به خطوط قرمز و ارزش های تعریف شده جهانی در افغانستان پابند شود. اما چیزی که بسیار مهم و اساسی است، هیچ کسی را رد کرده نمیتونه که چالش های استخوان‌ساز اقتصادی در افغانستان موجود نیست. اما شمار از آگاهان به این باورند که هیچ حکومت در افغانستان تا کنون برنامه راهبردی اقتصادی را برای محو فقر و کاهش بیکاری در کشور روی دست نگرفته. آنان تاکید دارند که کمک‌های جهانی در از بین بردن فقر مؤثریت چندان در وضعیت اقتصادی کشور نداشته. هیچ حکومت در افغانستان یک پلان استراتژیک اقتصادی را به خاطر محو فقر و کاهش بیکاری در کشور تا هنوز روی دست نگرفتن و تطبیق نکردن، و دلیل عمدهش این بوده که در این مدت 40 سال ما درگیر جنگ ها و ناامنی ها بودیم و بیشترین تمرکز حکومت ها بالای تامین امنیت و سرمایه گذاری در سکتور امنیتی بوده. متاسفانه تا حال دیده شده که کمک های جهانی در قسمت مهار فقر مؤثریت چندانی در وضعیت اقتصادی افغانستان نداشته. اگر همین وضع دوام پیدا بکنه، مطمئنن که فقر مطلق به شکل جدیترش در افغانستان حاکم خواهد شد و آمار گرسنگان بالا خواهد رفت، که میتونه این وضع به هر صورت نگران کننده باشه و فاجعه اقتصادی بیافرینه. این در حال است که با روی کار آمدن امارت اسلامی که منجر به قطع کمک های خارجی و تحریم های مالی شد، فقر و گرسنگی نیز به گونه فراگیر افزایش یافته است. وزارت امور داخله از بازداشت بیش از 1600 تن به اتهام جرم‌های گوناگون در یک ماه پسین در کشور خبر داده و میگوید پرونده‌های جرمی این افراد به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده. مسئولان این وزارت همچنان میگویند که از توزیع بیش از 760 هزار جلد پاسپورت در یک سال پسین بیش از 4 میلیارد و 400 میلیون افغانی عواید به دست آوردند. در این حال مسئولان وزارت داخله از کاهش بی پیشینه رویدادهای جنایی در کشور سخن گفته می‌افزایند تلاش‌ها به هدف صفر کردن رویدادهای جنایی در کشور جریان دارد. بشیر احمد شیرزاد با جزئیات بیشتر. کاهش بی پیشینه رویدادهای جنایی به گفته سخنگوی وزارت امور داخله در کشور.
عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله اینجا در یک نشست خبری از تلاش‌های این وزارت برای صفر کردن سطح جرم‌های جنایی در کشور خبر داده می‌گوید جرم‌های جنایی به گونه بی‌پیشنه‌ای در کشور کاهش یافته. د افغانستان اوسنۍ امنیت په تیرو څلوېښتو کلونو کې دا امنیت افغانستان ته نه ده راغلی. پاتې شو وروستۍ حملې تاسو وګورئ ډېر نرم هدفونه بیخي هدف ده نه عام په عامو سړکونو باندې که چېرته چاودنه ده تېرې جمعې په ورځ باندې په عام سړک باندې په داسې حال کې چې د موږ امنیتي ځواکونه بیخي ونه هلته دوی هلته چاودنه کړې ده. آقای تکور ما از بازداشت 1621 تن در پیوند به رویدادهای گوناگون جنایی مانند قتل، دزدی، قاچاق، حمل سلاح غیرقانونی، جلکاری و غیره از سراسر کشور سخن گفته می افزاید نزدیک به 288 رویداد زیر بررسی قرار دارد. پورسته یو میاش کی د هیواد په کچه یو لسونش به تبلابیل جرمی پیخ تر سره سوی دی. چې له یادې جملې 801 پیښې د ملي پولیسو لخوا کشف او پیژندل شوي دي. د دې پیښو په تړاو 1421 تنه تورن او شکمن کسان د پولیس لخوا نیول شوي دي او دوسیې عادلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. سخنگوی این وزارت همچنان میگوید 44 تن مواد مخدر را در 293 عملیات از 32 ولایت کشور کشف و ضبط کردند و 8 کارخانه پروسس مواد مخدر و 50,000 هکتار زمین کشت کوکنار را کشف و تخریب کردند. حال هم در مهمترین های از جهان. یوسف قرضاوی یکی از عالمان برجسته جهان اسلام در سن 96 سالگی درگذشت. همچنان اعتراض های گسترده داخلی در ایران و بیرون از آن در واکنش به جان باختن مهسا امینی وارد 11 روز شده است. بیشتر در این بسته. یوسف عبدالله القرضاوی was one of Islam's most یوسف قرضاوی یکی از عالمان برجسته جهان اسلام در سن 96 سالگی درگذشت. یوسف قرضاوی رهبر معنوی اخوان المسلمین و حامی جنبش‌های اعتراضی در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی بود. یوسف عبدالله قرضاوی که در سال 1926 در مصر متولد شده بود، بخش بیشتر عمر خود را در قطر سپری کرد و به دلیل حضور مستمر در برنامه‌های شبکه خبری الجزیره به یکی از پرنفوذترین روحانیون اهل سنت در جهان عرب بود. او از منتقدان سرسخت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و خاندان سلطنتی عربستان سعودی بود. برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل تنش در روابط قطر با عربستان سعودی و مصر سخنرانی‌ها و حضور مستمر او در شبکه خبری الجزیره بود که با پشتیبانی مالی حکومت قطر فعالیت می‌کند. دادگاه در مصر در سال 2015 آقای قرضاوی و تعداد دیگری از رهبران اخوان المسلمین را غیابی به مجازات اعدام محکوم کرد. دختر او به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی از سال 2017 تا سال 2021 در مصر زندانی بود و داماد او که همزمان دستگیر و محاکمه شد هنوز در زندان است. وکلای آنها تمامی اتهام‌ها را رد می‌کنند. و اعتراض‌های گسترده داخلی در ایران و بیرون از آن در واکنش به جان باختن مهسا امینی وارد 11 روز شده است. دولت با قطع اینترنت و افزایش فشارها بر معترضان تلاش دارد این اعتراض‌ها را سرکوب کند. این در حالی است که واکنش‌های جهانی به سرکوب این اعتراض‌ها و توسل نیروهای امنیتی ایران به خشونت همچنان ادامه دارد. سفیر ایران در برلین به وزارت خارجه آلمان احضار شده و گمان می‌رود اتحادیه اروپا به زودی تحریم‌های حقوق بشری جدید علیه ایران اتخاذ کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در تازه‌ترین واکنش به وقایع این چند روز ایران ضمن محکوم کردن عمل مسئولان جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان بار دیگر بر حمایت واشنگتن از توسعه ارائه خدمات اینترنتی به مردم در داخل ایران تاکید کرده است. از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، حمایت‌های جهانی از سوی افراد سرشناس در حوزه‌های گوناگون هنری، ورزشی و سیاسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مقام‌های برخی از کشورهای دنیا در کنار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری خواستار توقف خشونت‌ها علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز ملت ایران شده است. تا کنون بیش از 30 تن در این اعتراض‌ها کشته شده و صدها تن دیگر بازداشت شدند. در ورزش هم این که احمد ولی هوتک پس از پیروزی برابر حریف آذربایجانیش امروز به کشور برگشت. هوتک برای نخستین بار وارد نبرد مشت‌زنی شده بود که توانست پس از 3 راوند مبارزه حریف آذربایجانیش را با کسب امتیاز شکست دهد.
این مبارزه. کشور همچنان از آمادگی های خود برای یک مبارزه دیگر در رشته مبارزه های آزاد در آینده های نزدیک خبر می دهد. همچنان رقابت های لیگ برتر فوتبال لغمان هم با قهرمانی تیم فوتبال افغان به پایان رسید. بیشتر در این گزارش با میلاد نجیب. بازگشت پس از پیروزی، اما این بار در رشته مژزنی. احمد ولی هوتک، ورزشکار رشته مبارزه‌های آزاد کشور، پس از پیروزی برابر حریف آذربایجانیش صبح امروز به کشور برگشت. هوتک برای نخستین بار در رشته مژزنی در برابر حریفش که 22 پیروزی در کارنامه حرفه‌ای مژزنی دارد به مبارزه پرداخت، که سرانجام توانست پس از 3 راوند مبارزه و با کسب امتیاز حریف خود را شکست دهد. دلو بزما متفاوت و تفاوت بود چیز ما رشته ام ام ای ده، ولی ده سالی زما پا بوکس که و خوشبختانه چه سیالتا ما تورکتا و برام اخفل اکنه. دلو بود دبلیو تی که اف سازمان که بود چه در روسی ده سکوهان یا مشهور یا پرمختل سازمان ده. بسیار یک بازی خوب کرد، واقعیت که دلچسب بود. از اینکه شما قبلا خبر داشتین که مسابقات که هوتک صاحب دیمه می کرد و بهترین نمرات که بیشتر به عروض گرفت دیمه می مسابقه پوکس بود. شماری از علاقمندان و ورزشکاران هم اینجا آمدند تا این مبارزه کشور را تشویق کنند. واقعا جای افتخار است که یک ورزشکار ام ام ای در رشته بوکس میکنه. واقعا افتخار نه تنها به خود او تک صاحب، بلکه به تمام ورزشکارا، به تمام افغانا افتخار است. واقعا خیلی دشوار است یک فایتر عرفایی بوکس رو بیاره به بوکس پروفشنال. احمد علی او تک تشویق لپاره او دل پارچ زمون د هواد نوم په نړۍ کې وزله او راغلم چې تشویق کما او ډیره خلو به وکړه. با گفته هوتک، این نخستین و آخرین رقابت او در رشته مژزنی بود و قرار است در آینده های نزدیک دوباره وارد قفس در رشته مبارزه های آزاد شود. رقابت های لیگ برتر فوتبال لغمان هم با قهرمانی تیم فوتبال افغان کلب به پایان رسید. در دیدار نهایی این رقابت ها دو تیم فوتبال افغان کلب و زاهد کلب با هم به رقابت پرداختند، که سرانجام تیم فوتبال افغان کلب توانست با نتیجه 1-0 حریفش را شکست داد و عنوان قهرمانی این پیکارها را کسب کند. به این ترتیب تیم فوتبال زاهد کلب مقام دوم و تیم فوتبال آریانا هم جایگاه سوم این رقابت ها را به دست آورد. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.